برای مریم قسمت چهارم. لیلا را از دستش گرفتم و بلند شدم. در حال بالا رفتن از پله ها گفتم: من با آقا جانم از این حرفا نمی زنم. شمام دیگه نزن زنمو. دستش را به پله ها کوبید تا ساکتم کند. باشه لال میشم، اما تو نزار بابات ندیده و نشناخته برار من رو رد کنه. نظار بگه چون ریشش عین جنگلی ها تو سینش نیست پس آدمم نیست. اصلا تو خودت یه بار ببینش، اگه به دلت ننشست توف بکن تو صورتم. چقدر جنگل خوسی، ملت فوسی، خسته نبوسی؟ می جانان جانان تو رو گمه میرزا کوچک خانا. چقدر در جنگل ها به خاطر مردم گشت و گذار میزنی، خسته نشدی؟ ای جان جانان من، با تو هستیم میرزا کوچک خان. خدا دانه که من نتونم خفتن از ترس دشمن. میدل آویزان تو رو گمه میرزا کوچک خانان. خدا میدونه که من نمیتونم بخوابم از ترس دشمنان. دلم همیشه نگرانه، با تو هستیم میرزا کوچک خان. چرا زودتر نایی، تونتر نایی، تنها به نایی گیران ویران. تو رو گمه میرزا کوچک خانا. چرا زودتر نمی آی، تونتر نمی آی، تنها گذاشتی گیلان ویرانو. با تو هستیم میرزا کوچک خان. اما رشتی جغلان ایسیم تی فرمان. بریامی جان تی پاچی قربانا. تو رو گمه میرزا کوچک خانا. ما جوانان رشتی فرمان بردار توییم. میبری جان ما را، جان ما فدای تو، قربان قد و بالای تو، با تو هستیم میرزا کوچک خان. این هم شعر و معنیش. فقط حواسم به لیلا بود و پله هایی که باید از آن بالا می رفتم. زنمو دست بردار نبود. برار من رو 10 تا 20 آدم قبول دارن. عموهای من با اون دبدبه و کبکبه چشمشون به دهن برار منه. هرچه که پله بیشتری بالا می رفتم زنمو هم صدایش را بلندتر می کرد. به خدا مریم 3 بار استخاره کردم، هر 3 بارش خوب اومد. چی بهتر از این؟ نهار که آقا جانت آمد خانه باهاش حرف بزن. اصلا بهش میگم یه استخاره رو خودش بگیره. روی ایوان ایستادم، سر لیلا را روی شانم گذاشتم و او را آرام تکان تکان دادم تا بخوابد. زنم او عقبتر رفت و سرش را بالاتر گرفت. سرت را انداختی پایین و جواب من را نمیدی. میخوای بگی خجالت کشنی یا من رو آدم حساب نمی کنی؟ لیلا را محکم تر گرفتم. خدا منو بکشی زنم او، جای مار منی. این چه حرفیه میزنی؟ من فقط میگم صاحب اختیار من آقا جانمه. هرچی اون بگه من حرف رو حرفش نمیارم. باشه میرم باز هم با آقا جانت حرف میزنم. 10 بار رفتم، 100 بار دیگه هم میرم. آنقدر بلند داد زد که بهار دست از جارو زدن ایوان خانهشان برداشت و به این سمت ایوانشان که رو به خانه ما بود آمد و گفت: یواشتر مار جان، مردم صدات رو میشنون. زنم او در حالی که پاهایش را محکم بر زمین میکوبید تا گلولای چکمهش را از آنها جدا کند گفت: تو جارو میزنی یا گوش وایستادی؟ ما چی میگیم؟ از صبح اون جارو دستتو هنوز تموم نکردی؟ کارت رو فسفس. بهار دستش را به سمت درختهای روبروی خانهشان گرفت و گفت: من چی کار بکنم؟ هی جارو میزنم، هی دوباره باد میاد، کلی آتشغال با خودش میاره. زنم او اخ میکرد. برو یه سر به پولا و خورش بزن، نمیخواد دیگه جارو بزنی. بهار سرش را برای من تکان داد، پشت کرد و گفت: زورکی که نمیشه دختر بگیری از عمو، برمی سر. بعد هم آقا دایی مگه نگفت تا سال مشمونیر خدا بیامرز حرف زن پیشش نزنین؟ زنم او برگشت تا چند تا حرف درشت بار بهار کنه، اما او فهمیده و در رفته بود. نیم نگاهی به من کرد و رفت. میدانستم که می رود تا موهای بهار بیچاره را بکشد. لیلا را از روی شانم پایین آوردم و روی دستم خواباندم.
گوشه دستمالم را روی صورت لیلا انداختم و آرام آرام روی ایوان راه رفتم تا خوابش سنگین شود. بعد از چند دور رفتن و آمدن ایستادم و به لیلا نگاه کردم. چند روزی بود که خورشید را ندیده بودم تا از پس شاخه های بی برگش آفتاب را به ایوان بدهد. قرار من و خورشید پشت همین دیدار بود. هر روز صبح سپید نزده بلند می شدم و دنبال خورشید پشت این درخت می گشتم. خورشید نورش را از بین شاخه های لیدار با ایوان خانه ما و عمور رحمان تقسیم می کرد. لیلا رو داخل اتاق بردم و آتش بخاری رو کم کردم تا اگر بیدار شد نترسد. ایوان را دوباره جارو زدم و سفره را کنار بخاری انداختم تا آقا جان آمد. به بالش کنار بخاری تکیه دهد و غذا به دهانش مزه کند. آقا جان سرما ترس بود. همه شبهایی که نبود من آتش بخاری را کم می کردم تا به یاد آقا جان باشم. صدای شیهه اسب که آمد دستمال را روی سرم جلو کشیدم و بیرون رفتم. آقا جان از چاه آب بر می داشت. دوروبر را نگاه کردم. خبری از زنمو نبود. خوشحال شدم که دوباره حرفی پیش نمی آمد. آقا جان فکری بود. لابلای انگشتانش را چند بار دست کشید و آب ریخت. متوجه نبود چند بار دستانش را شسته است. صدای پاکوبیدن اسب او را از فکر و خیال بیرون کشید. سطل آب را برداشت و در تشت روبروی اسب خالی کرد. دستی به یال اسب کشید و گفت بیا بخور. آبش آب کوه و چشمه نیست، اما چاره چیه؟ بی آب و دون که نمیشه زندگی کرد. باید پاهات قوت بگیرن. فردا شب راه میفتیم میریم پی میرزا. میرزا تنها بمونسه. رفیقا هم نارفیق شدن، میخوان نونشون رو بزنن تو خون میرزا و بخورن. لیدار همان درخت نارون است. دستش را تا کمر اسب برد و با ضربه محکمتری گفت آبت رو بخور حیوان. دنیا و آدماش به کی وفا کردن که به میرزا بکنن؟ اسب یک لحظه هم درنگ نکرد و سرش را پایین برد و آبش را خورد. منتظر اجازه آقا جان بود. آقا جان به سمت خانه آمد. نرسیده به پله ها پایش را کج کرد تا چموشش را از پا در آورد. نگاهش به من افتاد که با لبخند منتظرش بودم. ها چی صدوتر میخندی؟ نهارت براهه؟ آره آقا جان، خیلی وقت سفره هم انداختم. در را که باز کرد و لیلا را دید ریشهایش را در دستش مشت کرد و گفت مهمان هم که داریم، چه خوابی هم رفته. زنموت با ما قهره؟ با بچهش هم قهره؟ چرا نبرده لیلا رو؟ خواب بود، من ندادم ببره. بالای سر لیلا نشست، خم شد و بوسه‌ای بر پیشانیش زد و خودش را به سر سفره کشاند و در جایی که برایش آماده کرده بودم نشست و آخیشی گفت. کاسه پلو را به دستش دادم، گرفت و جلوش گذاشت. زنم و عفت جای مارته، احترامش بهت واجبه، اما یادت باشه هر حرفی که در مورد برارش. سکوت کرد و بعد از نیم نگاهی به لیلا گفت به گوشت خوند سرتو بندازی زیر و حرف عوض کنی. سرم را پایین انداختم، پلو را از کاسه برداشتم و در دستم مشت کردم و حالت دادم تا اگر لیلا بیدار شد به دستش دهم تا بخورد. عفت زبون چرب و نرمی داره، بخواد از یکی تعریف کنه کم نمیذاره براش. من همچنان سرم پایین بود. آقا جان با تون صدایی بلندتر گفت میشنوی چی میگم دوتر؟ سرم را بالا گرفتم. بله آقا جان میشنوم. دستش را بالا برد و به سرش اشاره کرد. پک و فامیل عفت فقط چموش و چاروغشون نیست که با ما فرق میکنه، اصل اینجاشونه. اینجاشون با من و تو خیلی فرق کنه. تو جریان اینا رو نمیدونی، ما دونم. حرفش را که زد برنج پخته شده را با تکه‌ای از ماهی شور برداشت و به سمت دهانش برد و آرام آرام مشغول خوردن شد و تا پایان غذا خوردن حرفی نزد.
سفره را که جمع می کردم بی مقدمه گفت عفت ستا عمو داره، هیچ کدومشون پسر ندارن. عمو بزرگش دوتا هم زن گرفته و باز پسر نداره. دوست ندارن مال و منال بدن دست داماد. اینا که چشم امیدشون پی برار عفته و پیله کردن بهش، پدر و مادر نداره برار عفت. اما تا به خای بزرگتر داره. ستا عمو پیله مارشه. نمیذارن عفت راه بیفته براش زن بگیره که اونم کی؟ دختره جنگلی. اونا از جنگلی ها کینه به دل دارن، چون جنگلی نخواسته بره زیر یوغ زمیندار، آدم خودشه. تکه ای از شاخه ریز چوب انار را که برایش تیز کرده و داخل دستمالی روی تاق چه پیچیده بودم به دستش دادم تا دندانش را تمیز کند. سرش را پایین آورد و به صورتم نگاه کرد. دوتر، حرف من رو به دل گرفتی. من اگه پسر داشتم که بعد مرگ مارت میرفتم زن میگرفتم. برای من تو قد 10 تا پسر میارزی. به خاک مادرت قسم. آقا جان، من از شما حرفی به دل نمیگیرم. فکر حرفهای زنمو عفت نباش. بالش میارم بگیر بخواب. شما بگی سرت رو بذار زمین بمیر، من میمیرم رو حرف شما که حرف نمیارم. دو طرف سرم را گرفت، نیم خیز شد و بوسه ای بر پیشانیم زد. خیالم که از تو جمع نبود، خونه و زندگیم رو دست تو نمی سپردم. فقط نمیخوام عفت عقلت رو بدزده. تو کاس چوشم چهار منی. به موقعش دستت رو تو دست یکی میذارم که پهلوانی باشه برای خودش، اسب و تفنگ بشناسه، وجب به وجب جنگل رو بلد باشه، آقا و نوکر خودش باشه. عفت میخواد تو رو نشون کنه برای برارش، شاید بتونه یه خودی نشون بده پیشش. خوشش نمیاد که عموهاش زیر پر و بال برارش رو گرفتن و نمیذارن دور و برش بیاد. برای همین میخواد تو رو نشونش بده. آرام تر زیر لب غرغر کنان ادامه داد و به خیال خودش دلش رو ببره و پا گیرش کنه. نشنیده گرفتم. آقا جان بلند تر گفت زن به خوشخیالی عفت هم نوبره. روی ریش‌های مرتبش را بوسیدم و رفتم برایش بالش و لحافش را بیاورم که از جا بلند شد. بالای سر لیلا ایستاد و خیره نگاهش کرد. خواب راحت نعمته. لیلا رو ببین چه خوش خوابیده. جنگلی ها خواب بیغم ندارن. نامردی پشت نامردی. هر روز میرزا بی کستر میشه. اگه بدونی کیا از میرزا کندن و رفتن و بهش خیانت کردن. دردمون دشمن نیست، دوست دشمن شده است. دشمن جلو میاد و خونت رو میریزه و راحت، اما دوست خائن خونت را میمکه، میذاره با نگاه هاج و واج جلوی چشماش جون بدی و نفهمی تیغ نامردی کجای جونت بنشینه. چموش یکی از پاپوش های سنتی و قدیمی در گیلان، چارق نوعی پاپوش قدیمی که از چرم ساخته می شد. پیل مار یعنی مادر بزرگ. کاس چوشم زاغ چشم آبی یا سبز. بالشش را کنار بالش لیلا گذاشتم و گفتم حرف و شکایت زیاد آقا جان، تمومی هم نداره. اجالتن بیا کنار لیلا یه چرتی بزن، منم برم کاسه ها را بشورم، یه سر هم میرم سر باغ. کاسه ها را روی هم چیدم، دستمالم را باز کردم و همین که خواستم دوباره ببندم، آقا جان گفت موهات خیلی درازه بابو. مریم به عفت بگو یه مقراض بهشون بزنه، دستمال که میذاری از پشت موهات میاد بیرون. چشم آقا جان. کافی بود بزنم و عفت از مقراض و کوتاهی موهایم بگویم. سری میفهمید که حرف آقا جان است. وزیر بار نمیرفت، خوشش نمیآمد مو کوتاه کنم. شستن کاسه ها که تمام شد به داخل خانه برگشتم. لیلا بالای سر آقا جان نشسته و با موهای روی سرش بازی می کرد. همانجا ایستادم و به آقا جان نگاه کردم. دهانش کمی باز مانده و به خواب عمیقی فرو رفته بود. خوابی که خودش می گفت فقط وقتی به زیر سقف این خانه می رسد عمیق می شود. بیرون از خانه با چشم‌های باز باید بخوابند.
لیلا را بغل گرفتم و به خانه خودشان بردم. بهار لیلا را از دستم گرفت و همین که خواستم بروم مچ دستم را نگه داشت و گفت وای مریم، آقا جانم سر نهار یه دعوای حسابی با مارم گرفت. چرا دعوا؟ لیلا را در آغوش خود جا داد و گفت چرا داره؟ باز حرف تو رو زد. آقا جان هم داد و فریاد کرد. الان هم قهر کرده رفته باغ. به پشتم اشاره کردم و گفتم همین باغ ما؟ آره، البته آقا جان حق داره. آقا دایی اصلا خبر نداره که مار جان چه خوابی براش دیده. بعد هم پیل مار همیشه میگه که سلمان رو خودم میخوام زنش بدم. حتی راضی نمیشه به نبه های خودش بده. میگه رنگ و رو ندارن. دستم رو از دستش بیرون کشیدم. نمیخواستم بگویم از حرفش مکدر شدم، اما بهار هم سن و سال خودم بود. میتوانستم راحت حرفم را به او بگویم. ما هم ننشیدیم منتظر آقا دایی تو، که من اختیار دارم آقا جانمه، که اونم تا حرف آقا دایی تو میشه زمین و زمان رو به هم میدوزه. لیلا را روی پله نشاند. سری دستم را روی شکم لیلا گذاشتم و با بدخلقی گفتم هنوز کمرش سفت نشده، میفته پایین. خودش رو به من رساند، دستش را پشتم گذاشت و گفت خاک میسر، ناراحت شدی؟ نگفتم که ناراحت بشی، منم طرف مار جانمم. دلم میخواد تو بشی زن آقا دایی من. حتی پارسال عید که رفتیم اونجا بهش گفتم یه دخترمو دارم. چش میدانه، هیچ کس ندانه. به عقب برگشتم و گفتم تو اشتباه میکنی. آدم که حرف چشم و چال دخترموش رو به مرد نامحرم نمیزنه. بیا لیلا رو بگیر، میخوام برم سر باغ. دست دور لیلا انداخت و او را در آغوش گرفت. خب بابا، انگار حالا آقا دایی تا شنیده را افتاده ببینه راستگونم یا نه. اون یه سر داره هزار سودا، همون موقع هم برای خودش نذاشت من چی گفتم. چی بهتر؟ دو طرف پیراهن بلندم را جمع کردم تا وقتی از چاله گل و لای میگذرم لبش کثیف نشود. به طرف باغ رفتم، از سراشیبی باریکی که تا باغ همینطور ادامه داشت بالا رفتم و زنمو را وسط باغ دیدم. چپرهای دور باغ کچل شده بود، نصفی را باد از سر و شکل انداخته بود و نصفی را گاوها با ضربه هایی که به آن زده بودند تا وارد باغ شوند. زنمو چوب خشک افتاده روی زمین را دوباره در گل فرو می برد تا چپرها سر و سامونی بگیرند. از تنه درختی که روی نهر گذاشته بودند تا به آن طرف باغ بروند با احتیاط عبور کردم. پرشم به داخل باغ باعث شد زنمو من را ببیند و به طرفم برگردد. لیلا رو چی کار کردی؟ صورتش قرمز بود و صدایش آن ضرب آهنگ همیشگی را نداشت. قدم تند کردم و جلوتر رفتم. دادم دست بهار. گریه بودی زنمو؟ نه چی گریه؟ بیا این چپرا رو بده بزنم دور باغ. گاوا همه برگای تروب رو له کردن. همان کاری را که گفت انجام دادم. کنارش ایستادم و همچوب به دستش دادم و همچوب های خشک را ردیف و چسبیده به هم دور باغ روی زمین فرو کردم. یک طرف باغ که تمام شد راست ایستاد، دستش را دو طرف پهلویش گذاشت و به آسمان نگاه کرد. فکر کنم دریا الان طوفانی بابی. اسم دریا که می آمد دست خودم نبود. مثل لیدار داخل حیات در فصل بهار جوانه می زدم. آقا جان میگه میرزا و جنگلیا که پیروز بشن اسب و تفنگ رو کنار میذاره و میاد بالا سر زندگیش. من رو میبره تا دریا رو ببینم. میگه دریا حتی از رودخونه پشت امامزاده هم بزرگتره. دستش رو از روی کمرش برداشت و به طرفم برگشت. آقا جان تمتو رو گیر باورده. بیاد این حرفا رو پیش من بزنه ببینه چطور جوابشو میدم. تو چه ساده ایستی؟ کسی که عادت بکنه چموش شکاره به پاش باشه و تفنگ پشت کمرش، اسبشم وقتی میبینتش
براش شیهه بکشه که بیا سوار من شو، دیگه محال مرد خونه و زندگیش بشه. امروز میره با میرزا و جنگلیا، فردا نباشه یکی دیگر رو پیدا کنه. زیر لبی گفت تا دور از جانشون سرشون رو به باد ندن دست بردار نیستند. نمیخواستم از این حرف ها بزنیم، دوست داشتم درباره دریا بگویم. خیلی دلم میخواد حتی شده یک بار دیگه هم دریا رو ببینم. وقتی آقا جان میگه از رودخونه هم بزرگتره، با خودم میگم مگه از رودخونه بزرگترم داریم؟ زنم اومد و مقابلم ایستاد، آن هم با لبی خندان و صورتی که دیگر اثر خستگی خم شدن طولانی مدت روی صورتش نبود. مریم، خونه برار من نزدیک دریاست، فقط دو قدم با دریا فاصله داره. اونجا تو میتونی هر چهار فصل دریا رو ببینی، چه وقتی که بهاره و دریا آرومه، چه وقت تابستون که گرمه و میشه تن به آب زد، یا پاییز که انگار با آدم دعوا داره، یا زمستون که داد و فریاد میکشه. خونه برارم از دو طرف ایوون داره، یه ایوونش سمت دریاست، یکی سمت حیات. تابستونا همه کارشون پشت خونه است تا دریا باد خونک براشون بیاره. صبحا که از خواب بلند میشی بوی دریا میاد، اشتهای آدم باز میشه. این ور خونشم چای کشت کرده، تو باغ چایشم کلی درخت پرتقاله. چهار تا خونه تو حیاته، سه تاش مال عموهامه، آخری مال ما. با صورتش به اطراف اشاره ای کرد، اینجا قشنگه اما اونجا دهات ما یه چیز دیگه است. جاده های اونجا قشنگن، همیشه بوی گل میدن. یه قدم از زنمو فاصله گرفتم. دریا، بوی دریا، خانه ای که دو ایوان داشته باشد، چقدر همه چیز قشنگ بود. آقا جان هیچ وقت از بوی دریا نگفته بود، نه دریا دیده بودم، نه باغ چای، نه خانه ای که نزدیک دریا باشد. اما انگار زنمو از خانه ای حرف میزد که من بارها آن را دیده بودم. حتی حس می کردم بوی دریا می آید، بویی مثل وقتی که اولین باران بهاری روی رزهای محمدی دور باغچه ام می نشست. زنمو صدایم زد و روی رویای من و دریا پا گذاشت. با آقا جانت حرف بزی؟ فقط زل زدم و نگاهش کردم. با تو هم مریم حرف بزی؟ نه زنمو، گفتم که نمیتونم. خم شد و چوبی به دستش دادم تا ادامه کارمان را سر بگیریم. چوب را با غضب از دستم گرفت و با عصبانیت در زمین فرو کرد. باشه هیچی نگو، صبر کن یه جنگلی مثل خودش پیدا کنه، بعد اونم مثل بابات بره دنبال میرزا، تو بمونی و چشم براهی. یک دفعه به سمتم برگشت، من که الکی حرف نمیزنم، تو رو شناسم، برارم هم شناسم، به درد هم میخورید. لبخندی زد و یواشتر گفت برار من یک قد و قیافه ای داره، تو ببینیش خاطر خواهش میشی، فقط هم در فکر باغ و بیجارشه، کار به جنگلی و میرزا نداره. چوب را به دستش دادم و در حالی که سرم پایین بود گفتم گیلون که فقط باغ و بیجار نیست که همه در فکر اون باشن، اصل گیلون آدماشن، عزتشونه، اینه که خودمون کنار هم توی گیلون باشیم، نه انگلیسی نه شوروی. اخم کرد و گفت من چی میگم تو چه گونی؟ همینه دیگه، همه میخوان تو کار هم سرک بکشن، مردم باید باغ و بیجارشون رو نگه دارن و نگران محصولشون باشن، این کار اوناست. مملکت داری کاری که دیگه است، بی صاحب نه مملکت که آدمایی مثل بابا تفنگ رو بزنن زیر بغلشون رو برن بجنگن. راست گونی زنمو، هر کس باید کار خودش رو بکنه، اما آقا جان میگه حکومت عین خیالش نیه، خوابش برده، یکی مثل میرزا هم نباشه که سرمون رو باید بذاریم زمین و بمیریم یا مملکت رو دو دستی بدیم بره. پایان قسمت چهارم.